بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و السلام علیکم. اگه یادتون باشه در اولین بحثی که در مورد شگفتی های قرآن داشتیم گفتم که قرآن از زاویه‌های مختلف درش شگفتی و نظم ها، مثلا از نظر علمی، ادبی، ریاضی، که چند جلسه هم در مورد شگفتی ها و نظم ادبی قرآن صحبت کردم. اما امروز میخوام یه نگاهی بکنیم به نظم عددی قرآن، ریاضی، که البته اینم خودش خیلی مفصله، ولی امروز فقط میخوام یه نگاه کوتاهی بکنیم از یه زاویه خیلی ساده، تعداد کلمات در قرآن. ما میبینیم که در قرآن حتی تعداد تکرار کلمات روی حساب کتابیه، به نظر روی نظمی اومده. مثلا من یادداشت کردم، البته هر کی باورش نمیشه میتونه بره بشماره. اگه خب بله، اگه بخوام قرآن رو باز کنیم بشمونیم خیلی طول میکشه، ولی ما امروز با وجود کامپیوتر دیگه باید خیلی راحت بشه. قرآن رو میذاریم تو کامپیوتر میتونیم کلماتش رو بشماریم. الان با این وجود اینترنت دیگه خیلی راحت باید باشه که مثلا بزنیم فلان کلمه چند بار در قرآن اومده. پس ما راحت میتونیم اینا رو بشماریم. حالا من یه به چند تا از اینا اشاره میکنم. مثلا در قرآن کلمه دنیا، الدنیا، 115 بار اومده. و کلمه آخرت، الاخره، این هم 115 بار اومده. یا مثلا کلمه فرشته، الملائکه، هشتاد و هشت بار اومده در قرآن. در مقابلش کلمه از شیطان، از شیاطین، این هم 88 بار اومده. کلمه الحیات، حیات، زندگی، صد و چهل و پنج بار اومده. در مقابلش چه کلمه‌ایه؟ در مقابل الحیات، الموت، مرگ، این چند بار اومده؟ دقیقا 145 بار. کلمه از صالحات، صالحات، کارهای خوب، کارهای صالح، 167 بار در قرآن اومده. در مقابلش از سیئاته، سیئات، اینم 167 بار اومده. واژه ابلیس، در قرآن 11 بار اومده. استعاذ بالله، یعنی پناه بردن به خدا، هم 11 بار اومده. کلمه قالو، گفتند، 332 بار اومده. کلمه قل، بگو، 332 بار اومده. همچنین گفتم اینا رو هر کی میتونه بره بشماره. کلمه شهر، شهر یعنی ماه، به عربی یعنی ماه، 12 بار اومده. کلمه یوم، سیصد و شصت و پنج بار اومده. البته بعضی رفتن شمردن میگن نه، یوم 365 بار نیومده، 400 خورده اومده. بعد چجوری شمردن؟ رفتن ایام، یومین، نه، یوم 365 بار اومده. اما ایام و یومین که جمعه، ایام و یومین، در قرآن 30 بار اومده. یوم 365 بار اومده. شهر، ماه، 12 بار اومده.
کلمه زکات 32 بار در قرآن اومده. در مقابلش برکت هم 32 بار اومده. سبع سماوات 7 آسمان 7 بار اومده. خلق السماوات هم 7 بار اومده. یه چیز خیلی جالب ترم یه نکته دیگه، حتی ما یه سوره داریم در قرآن به نام سوره زنبور، النحل. سوره النحل سوره 16 همه. از نظر علمی نحل یا زنبور 16 تا کروموزوم داره. من اینو در وبسایت علمی چک کردم، مثلا هیچ ربطی به قرآن هم نداشت. همین تو اینترنت تو گوگل هم بزنیم زنبور چند تا کروموزوم داره؟ 16 تا. سوره به اسم نحل داریم، زنبور سوره 16 همه. اتفاقیه؟ نمیدونم، اما این چیزی که هست. کلمه مرد در قرآن 24 بار اومده، زن هم 24 بار اومده. پیامبری که این قرآن آورده چیزی ننوشته، شفاهی بوده. یولا تخطه به یمینک، میتونه انسان اینجوری صحبت کنه؟ یه کتاب بیاره بعد فکر کنه که من کلمه مثلا ماهو 12 بار باید بگم، روزو 365 بار باید بگم، مرد و زن و مساوی بیارم، از دنیا و آخرت رو در مقابل هم بیارم. البته از این بیشترم هست، ولی این یه قسمتی که من امروز آوردم.